مردم آمریکا یاد همه آن ارامنه را که در نسل کشی که در چنین روزی 106 سال پیش آغاز شد، جان خود را از دست دادند گرامی می‌دارند. این جملات آخر بیانیه است که روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در روز یاد بود منتشر کرد. این اولین بار است که یک رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به طور رسمی از لفظ نسل کشی برای کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی استفاده می کند. حکومت ترکیه به شدت با کاربرد کلمه نسل کشی برای کشتار ارامنه مخالف است و چنین اقدامی از سوی آقای بایدن میتواند مناسبات آمریکا با متحد خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو یعنی حکومت ترکیه را دچار تنش بیشتری کند. دو روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که به دفاع از حقیقت در مقابل آنچه دروغ به اصطلاح نسل کشی ارامنه خواند ادامه خواهند داد و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه هم تهدید کرده بود که اگر آمریکایی ها میخواهند رابطه بین دو کشور را خرابتر کنند تصمیم با خودشان است اینجا ایروان است هزاران ارمنی به یاد قتل عام خویشاوندان خود در دوران جنگ جهانی اول توسط نیروهای عثمانی راهپیمایی کردند و با حضور در عمارت مشعل روشن یاد آنان را گرامی داشتند در حالی که سال گذشته و در پی شکست ارمنستان در نبرد ناگورنو قره ایام تلخی را تجربه کرده و از حکومت ترکیه به عنوان حامی آذربایجان خشمگین بودند کشتار ارامنه از سال 1915 و همزمان با جنگ نیروهای امپراتوری عثمانی با امپراتوری روسیه آغاز شد. به گفته ارمنی ها و شماری از پژوهشگران و مورخان بین سالهای 1915 تا 1918 حدود یک میلیون و هزار نفر از ارامنه ساکن قلم ترکیه عثمانی در قالب عملیاتی شامل کشتارهای دست جمعی و تبعیدهای اجباری که موجب مرگ تبعید شدگان شد قتل عام شدند بیش از ده ها کشور از جمله فرانسه و روسیه این واقعه را به عنوان نسل کشی می شناسند اما حکومت ترکیه مدعی است که هر دو طرف در طول جنگ جنایت و کشتار کردند و نسبت به استفاده از کلمه نسل کشی واکنشی تند نشان می دهد به نظر میرسد در حالی که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن در سخنانش ترکان جوان را مسئول تبعید و قتل عام میلیون تن از اتباع مسیحی کشور معرفی کرده بود رجب طیب اردوغان اسلامگرا با آرزوی احیای امپراتوری ملی مذهبی عثمانی از پذیرفتن واقعیت کشتار واهمه دارد به خصوص که در سالهای اخیر و با بهره بردن از عضویتش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی توانسته نفوذ ترکیه را در کشورهای منطقه گسترش دهد و حالا و با خروج قریب الوقوع نیروهای آمریکا از افغانستان در حال برنامه ریزی برای پر کردن جای خالی این نیروها در درون مرزهای افغانستان است در حالی که ترکیه پیشتر توانسته بود با چرخش به سمت روسیه زمینه حضور پررنگتر در سوریه را فراهم کند طرح حزب عدالت و توسعه برای نفوذ در کشورهای آسیای صغیر با اتکاب قومیتگرایی، و همچنین نفوذ در کشورهای خاورمیانه میانه و آفریقا با اتکا به نشانه ای از رویای امپراتوری عثمانی و زنگ خطری جدی برای متحدان اروپایی بود نسل ارامنه در دوران جنگ جهانی اول که از آن به عنوان جنایت بزرگ و هولوکاست ارامنه نیز یاد می شود یادآور تاریک ترین سویه این هویت تاریخی و به ادعای بسیاری از مبرخان زمین ساز هولوکاست یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم بود ترکیه اما با رد این ادعاها استفاده از واژه نسل کشی برای کشتار ارامنه را بازنویسی تاریخ با انگیزه های سیاسی می داند. محیار تحماسبی، رادیو فردا